ده احمد، آخرین رایزنی ها رو بشنویم از تو پیش از آغاز مذاکرات. الناس، تا همین چند دقیقه پیش من الان شاهد بودم که دستیار آقای انریکه مورا از هتل خارج شد و به سمت اقامتگاهش رفت، اما قبل از اون امروز چندین دیدار هم در وین برگزار شد و چند رایزنی هم در خارج از وین برگزار شد. خب امروز آقای مورا امروز با نمایندگان چین و روسیه در اینجا دیدار داشت. آقای اولیانوف بعداً این اعلام کرد این خبر رو. خب نماینده چین هم امروز اعلام کرد که گفتگوهای با آقای مورا داشته، اما همزمان آقای اولیانوف و آقای انریکه مورا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردن، آقای رافائل گروسی. و خب آقای گروسی تاکید داشت که با توجه به اینکه فردا گفتگوها انجام میشه، این دیدارها بسیار مهم و حیاتی هستند. اما در سوی دیگر دنیا امروز شنیدیم که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، هم گفتگوهایی رو با همتای چینی خودش داشته و در اونجا تاکید کرده بر همچنان بر مواضع جمهوری اسلامی ایران. اما در دیگر سو شاهد بودیم که خب هم سه کشور اروپایی عضو برجام باز هم امروز تاکید داشتن که جمهوری اسلامی ایران باید با مواضع واقع بینانه برگرده. آقای لودریان تاکید داشت که جمهوری اسلامی ایران میخواد در واقع در مذاکرات تعلل کنه و اونو به بنبست برسونه، و مقامات آلمانی هم دو روز پیش اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران باید با در واقع با پیشنهادهای واقع گرایانه به وین بیاد تا بتونیم که در اینجا به یک نتیجه برسیم. ضمن اینکه دستیار آقای پوتین هم اعلام کرده که در خصوص پایه‌های یک توافق ایالات متحده و روسیه در واقع هم نظر هستن و دیدگاه‌ها اینا تفاوت چندانی با هم نداره.